بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان گرامی، وقتتون بخیر باشه. امیدوارم که هر جای این ایران عزیزمون که هستید خوش و خرم و پر انرژی نشسته باشید پای کلاس زیست آقای حمیدرضا مهربان. ببینید که اینجا چی میگذره، چه خبره اینجا. آقا بریم بچه های پشت‌صحنه این سیستم چیز رو باز کنیم ببینیم که آها بله الان باز شد. عالی عالی. خب این قلم ما هم که اینجاست. اصلا دلم برای کلاس های آنلاین تنگ شده بود. دوستان همگیتون چطوری؟ خوبین؟ به 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 عالی. چقدر بچه های گلی ما توی کلاسمون داریم. مرسی، متشکرم، ممنون. شما همتون خوش اومدید. دوستان گرامی خوش اومدید به کلاس من. یه توضیح کوچیکی اول راجع به خودم میدم، بعد راجع به کلاسم میدم. چی شده؟ برو برو. با آهنگ داریم میریم، اشکال نداره که عزیزم. خب مرسی مرسی. های بچه ها دیگه، بچه ها انگلیسی شدن. های سلام. خلاصه اینجا قبل از اینکه بچه ها شروع کنیم، اونایی که این سمت هستید، اونایی که ده ها من یه دونه یک بفرستن، اونایی که یازده ها من دو، یعنی امسال میرید ده، اصولا ده ها میرید دیگه امسال، اونایی که حالا کم احتمالا کم هست، اونایی که یازده ها این دو بفرستین، اونایی که کلن امسال کنکوری هستین، این کنکور 1401، یه دونه سه بفرستین برای من بدونم که این سیستم کلاسمون به چه صورته. آه همه سن. همه سن. یک. مرسی مرسی. حالا بعضی هم 1400 بلن. حمیدرضا مهربان هستم دوستان، مدرس درس زیستشناسی مؤسسه سبقت برتر. حمیدرضا مهربان کیه؟ آقا معرفی کنیم خودمون رو دیگه، بالاخره باید بدونین شما با کی طرفید دیگه، استادتون کیه. خب متولد 63 هم بچه ها، دهه 60 هستم با افتخار. شما همه تون احتمالا دهه 80 هستین طبیعتا. لیسانس بیولوژی جانوریمو در دانشگاه فردوسی مشهد گرفتم از سال 82 تا سال 87. فوق لیسانس بیولوژی شاخه بیوسیستماتیک جانوریمو از باز هم دانشگاه فردوسی مشهد با افتخار دانشگاه مشهد. خیلی هم دانشگاه خوبیه بچه ها. امیدوارم بهتون که براتون امیدوارم که حتما انشالله واردش بشید. و سال 1388 تا 91 دکترای تخصصی بیولوژی مو پی اچ دی مو از دانشگاه دولتی شیراز گرفتم. در سال از سال 1991 تا سال 96 مشغول خوندن دکترای همین رشته ای هستم که شما درسشو الان میخواین با من بگذرونید. بچه سال تحصیل 82 تا 96، اونایی که ریاضیشون خوب نیست چند سال میشه بچه ها؟ 80 تا 96؟ حالا اگه 96 حساب کنیم میشه تقریبا 16 سال بچه ها، حالا 14 سال بگیم، یه مقدار این برون بر 14 سال 15 سال توی تحصیلات دانشگاهی بودن طبیعتاً چیز خیلی خوبی بود برای من. و امیدوارم که شماها هم حالا چه توی رشته‌های پزشکی، دندان پزشکی، داروسازی و چه توی رشته‌های دیگه اگه بخواین ادامه تحصیل بدین، امیدوارم که اونجا کیف کنید. بچه دانشگاه چیز خوبیه. خب و رتبه 13 کنکور ارشد، رتبه 4 کنکور دکترای تخصصی. آقا ممکنه بپرسین آقای مهرمالا که شما انقدر می‌خوای زیست درس بدی، زیست تو چند زدی؟ زیست سال 82 و بعد شما بالای 80 درصد زدم. راستش درصد دقیقش یادم نمیاد، فکر می‌کنم 84 5 همچین درصدی بود. و خب آقا گفتن نداره که دیگه، بیشتر از 12 عمر مقاله علمی در مجلات معتبر بین‌المللی چاپ کردم، اینم کنکوری ان شاءالله. یه دو سالی هستش که تو تیم طراحی آزمون‌های آزمایشی گاچ هستم. همین چند روز پیش آزمون 19 مهر 1400 رو با بچه‌های تیم گاچ بستیم، تستاشو طرح کردیم و فرستادیم، ان شاءالله آزمون‌های بعدی هم در طول سال. خب یه لحظه بچه‌ها پشت صحنه جان. آقا از پویستانه میگن فیلم با بالاترین کیفیت ضبط میشه، نگران نباشید. اگه کیفیت متفاوت میشه مشکل اسکای رومه و نگه بچه فیلم ها در اختیارتون قرار خواهد گرفت.
آقا این چه رایگان باشه چه پولی باشه کاری نداریم، کیفیت کلاس ها دقیقا همینه بچه ها. آقا این رایگانشون اینجوری بد میریم میبینیم تو کلاس ها یه جوری دیگه است، نه من تو کلاس هم بچه ها دقیقا همین جورم. میتونین از بچه های سال گذشته تون و سالهای گذشته بپرسین و همینجوری ادامه میدیم انشالله تا شب کنکور 1401. آقا اینم عنوان مقالاتم، بعضی از مقالاتم عنواناشو براتون آوردم بچه‌ها که حالا نگینین مقاله نمی‌نوشته، حالا برای خودش ورشه نوشته فلان این حرفا، بعدش همش داره خودش تعریف می‌کنه. آقا اینا کار شده همش روش، به جان خودم نویسنده‌اش خودمم هم و همکاران دیگه. میتونین برید این در اختیارتون قرار بگیره، میتونین برید تو اینترنت سرچ کنین عنوان این مقاله رو پیدا کنین، ژورنال‌های مجلاتش رو پیدا کنین و این هم پایین آدرس کانال و اینستاگرام من هست بچه‌ها که میتونین با هم در ارتباط باشیم. دوستان گرامی، خب آقا بریم سراغ دستگاه گوارش. بچه ها یه نکته خدمتون عرض کنم قبل از اینکه مستقیم وارد سیستم زیست شناسی بشیم، چند تا نکته خیلی خوب و نقض برای شمایی که میخواین درس زیست رو شروع کنین یا احتمالا قبلا شروع کردید و میخواین امسال خیلی جدیتر سر کلاسای مهربان باشید یا اساتید دیگه و اینکه میخوای موفق بشین. بچه ها درس من، حالا همه ممکنه این حرفو بزنن ولی این حرف من خیلی مهمه، درس من از همه دروس دیگر در رشته تجربی مهمتره. اینو همتون میدونید، همشونم میدونن. خب نکته بعدی، درس من کتاب محوره، شیمی، فیزیک، ریاضی، عربی، دین و زندگی و درس‌های دیگه، ادبیات. حالا ادبیات و دین و زندگی مقدار متفاوتن. بچه‌ها درس کتاب محوره، کتاب درسیتون از همه کتاب‌های کمک درسی و تست و نکته دیگه و جزوات مهمتره. بنابراین حواستون باشه دوستان، شما اینو کتابتون و روز و شبی که از الان تا کنکور 1401 با هم هستیم، چندین بار باید کتاب رو دوره کنین. گاهی وقتا این دوره با خوندنه، گاهی وقتا با مرور سریع نکاته، گاهی وقتا با خوندن خلاصه هاست و گاهی وقتا با تستنیه. کتابتون رو فراموش نکنین بچه ها. نگین آقا من درسنامه خیلی سبز دارم دیگه کتابو نمیخونم، نگین من درسنامه میکرو گاج دارم کتابو نمیخونم، درسنامه نشر الگو دارم، فاگوزیست دارم، دکتر فلانی دارم، فلان بهمانی دارم. آقا اول کتاب، دوم کتاب، سومم کتاب. تستای کنکور 1400 اگه نگاه میکردین 99.9% رو با خوندن خوب کتاب میتونستید حل کنید. پس اصلا نگران نباشید، البته با تستنی، با شرکت در کلاس ها. و نکته بعدی بچه ها، زیست مفهومیه دوستان گرامی، زیست مفهومیه. مفهوم یک ساختار رو، یک فرایند رو اگه یاد گرفتید، حالا میتونید اون نکات حفظیشو هم حفظ کنید، ولی اول از حفظ کردن نمیتونید برید سراغ مفهوم. آقا این راه جواب نمیده. دوستانی که این راه رو امتحان کردن به بن‌بست خوردن. و نکته بعدی، زیست رو دوست داشته باشید بچه ها. تا زمانی که درس من رو دوست نداشته باشید نمیتونید موفق بشید تو کلاس ها. آقا من از زیست بدم میاد فقط به خاطر اینکه فلان. بچه ها رشته تجربی فردا بعدن همه این چیزایی که میخواید بخونید بالاخره با زیست در ارتباطه، مگر یه رشته های خیلی غیر مرتبط بخواید برید. اگه همتون تو گروه علوم پزشکی و سیستم زیست شناسی و طبیعی و بیولوژی میخواید فعالیت کنید، درس من رو باید دوست داشته باشین. پس همین الان مطمئنم همتون انشالله این درس رو دوست خواهید داشت. بچه ها مشکلاتی هم که اینجا دارید بگید و اون بر نشستن بچه های تیمی کار انجام میدهد، قشنگ براتون مشکلات رو حل میکنن. همین الان بگم اگه مشکل تصویر دارید قطعا تصویرتون رو رفرش کنین اوکی میشه. مشکل این سمت کاملا اینترنتش اوکیه و بچه ها مدام دارن تستش میکنن. بچه ها گوارش و جذب مواد این فصل خیلی مهمیه که شمایی که میخواین کنکور 1401 بدین باید از کتاب سال 98 دهم 98 مطلب بخونین که نسبت به دهم 97 خیلی متفاوت شده، سبکتر شده. پس دوستان اگه کتاب دهم 97 دارید اونو بندازین دور، نه بدید به کسی اگه نیازی داره و کتاب دهم 98 رو تهیه بکنید، ابتیا بفرمایید و بخونیدش. خب آقا روش تدریس به چه صورته؟ بچه ها من اینجا در جلسات تدریسی که با هم داریم، خب
فصل به فصل پیش میریم. حالا ممکنه یک فصل دو جلسه سه جلسه زمان ببره، ممکنه یه فصلی مثلا مثل فصل سه کتاب دهم باشه، به طور مثال سبک باشه، یک جلسه زمان ببره. اتفاقی که میفته اینه، اینجا من یه ساختار کلی از فصل براتون ارائه میدم. البته شما قبلش قطعا فصل رو پیشخوانی کردید، یه بار دو بار سه بار هر چند باری که نیازتون بوده و احساس کردید که دیگه فهمیدید مطلب چیه. اینجا من براتون درس میدم کامل با اشکالی که برگ ریزونه، غیر از اشکال کتابتون یه اشکال دیگه هم اینجا براتون، شکل دیگه هم دارم که قطعا براتون برگ ریزونه، و با هم بینابینش تست کار میکنیم. چه اتفاقی میفته؟ شما با دو سه تا پنج تا شیش تا ده تا تست مرتبط با مبحث آشنا میشید، بعدن بهتون تمرین میدیم، یا ممکنه برنامه این باشه که قبلش بهتون تمرین بدیم کار کنیم و بعدش بیاین به من تحویل بدین یا به تیم پشتیبانی تحویل بدید، و بعدش بچه ها یک یا دو جلسه در هفته تست پلاس داریم که اونجا میریم روی کنکورهای آزمایشی، روی تستای کتابای کمک درسی و تستای خودم و تستای کنکور سراسری، اونجا دیگه کلن جلسه تست ثانیه. بچه ها جلساتمون به این صورته، وقتی جلسه شروع میشه من جلسه رو ادامه میدم، مقدمه میگم و بحث رو انجام میدم، اما شما لطفاً بچه ها یه فرصتی میذارم براتون. خب مثلا وسط جلسه سوالاتونو میپرسین، 5 دقیقه 6 دقیقه 7 دقیقه من جواب سوالا رو میدم و بعدش مجدد جلسه رو ادامه میدیم که این بین جلسه دیگه اختلال ایجاد نشه. یه توصیه هم بهتون میکنم دوستان، توصیه این که سوالات خارج از کتاب درسی و خارج از مبحث زیاده بچه ها. زیستشناسی علم حیاته، خودتون میدونید. من راه میرم میتونم سوال بپرسم، غذا میخورم میتونم راجبش سوال بپرسم، مریض میشم راجبش میتونم سوال بپرسم. تمام رشته های علوم پزشکی همش زیر مجموعه بیولوژیه، زیر مجموعه زیستشناسیه. گیاه، جانور، قارچ، میکروب همه زیر مجموعه زیستشناسی هستن. پس سوال زیاده. بچه‌ها سعی کنید به خاطر اینکه وقت کلاس گرفته نشه، سوالای خارج از درسیتون رو اگه واقعا مهمه و مرتبطه، لطفاً تو پی وی از من بپرسید یا تو اون گروه رفع اشکالی که واسهتون تو تلگرام قرار میدیم، انشالله اون سوالا رو میتونید اونجا بپرسید. خب همگیتون بچه‌ها آماده اید؟ بریم سراغ دستگاه گوارش، ببینیم که این دستگاه گوارشی که اینقدر بچه‌ها بعضن ممکنه باهاش مشکلاتی داشته باشن، البته نه تو زندگیشون که مثلا نمیدونم تو دفع مطبوع مشکل داشته باشن، نمیدونم تو خوردن غذا و سردی گرمی، نه، بحث درسه. این مشکلات رو اگه داشته باشن بچه، علتش اینه که دستگاه گوارش دستگاه خیلی خیلی مهمی است تو بدن، برای همینی که اینقدر گسترده کتاب درسیتون گفته و این چیزی کتاب درسیتون گفته نسبت به اون چیزی که واقعا وجود داره تقریبا 1/100. چی میخوایم بخونیم؟ اول میخوایم بخونیم آقا این گوارش و جذب موادی که ما ابتدا دستگاه گوارش انسان رو میخوایم بخونیم، ما یه لوله گوارش داریم بچه‌ها که ساختار و عملکردش رو میخوایم بخونیم. ساختار لوله گوارش رو مطالعه میکنیم، ببینیم لوله گوارش حرکاتی داره، اون حرکات رو با هم مرور کنیم، بعد ببینیم که در جاهای مختلف لوله گوارش به چه صورت هست. گوارش در دهان، خب بنابراین غذا رو بل انجام میدیم، ما قورت میدیم، بل چه جوریه؟ گوارش در معده رو میخونیم که خیلی مهمه، گوارش در روده باریک رو میخونیم و در روده بزرگ، بعدش هم گوارش مواد عالی مهم رو در کتاب درسیتون بچه ها اینجا با هم مطرح میکنیم. خب بعد میریم سراغ گفتار دوی کتابتون، حالا باید جذب رو بخونیم. جذب یعنی چی؟ آقا اون چیزی که ما میخوریم اون مونومراش باید جذب محیط داخلی بدن ما بشه دیگه، جذب خون بشه و لنف و مایع بین سلولی. خب در روده باریک جذب اصلی انجام میشه، میخونیم چه جوریه؟ در روده بزرگ یه سری از جذب انجام میشه و دفع هم میخونیم، بعد میریم ببینیم گردش خون دستگاه گوارش چجوریه، چون تمام دستگاه بدن بچه ها گردش خون دارن و باید تغذیه بشن، گازرسانی یاده، گازرسانی به روستاهای دورافتاده ایران میندازه آدم ها، این عبارتی که بهتون گفتم. خب چجوری فرایندهای گوارشی تنظیم میشن؟ بچه ها همه فرایندهای بدن شما تنظیم میشن، چه تنظیم عصبی، چه تنظیم هورمونی که با هم انشالله مرورش میکنیم اگه برسیم، و یه سیستمی هم داریم به نام وزن مناسب که حالا خیلی کاری باش نداریم فعلا این جلسه،
اما در جلسات بعدی ممکنه که یه مقداری بیشتر با هم صحبت داشته باشیم. آقا در گفتار سوم میریم سراغ بقیه جانداران. انسان رو خوندیم، حالا ببینیم بقیه جانداران، غیر از گیاهان البته، بقیه جانداران چجوری گوارش و جذب مواد رو انجام میدن. که حالا میبینیم یه جانداری هست مثلا اصلا دستگاه گوارش نداره کلن، یه جانداری هست واکوئول گوارشی دارد، یه جانوری هست حفره گوارشی دارد و جانورانی، و یه سری جانوران هم مثل انسانها لوله گوارش دارن. سعی میکنیم گوارش رو فشرده تو این جلسه بچه ها، اگه نشد تو یک دو جلسه تقریبا تمومش کنیم و خب بینامنش تست میزنیم و بعدش اگه شما سوالی داشته باشید اینجا با هم جواب میدیم. خب بچه ها یه چیزی که خیلی باهاش کار میکنه طراح کنکور این عبارت دستگاه گوارش و لوله گوارشه. بچه ها دستگاه گوارش انسان دو قسمت داره، لوله گوارش که یه لوله دو سر بازه، دهن بازه، مخرج هم چیه بچه ها؟ بازه. پس در نتیجه دو سمت لوله گوارش ما بازه، یه جورایی جز محیط بیرونی بدن ما محسوب میشه. لوله گوارش چیه؟ یادتونه؟ حتما یادتونه، مگه میشه یادتون نباشه؟ دهان داریم، درسته؟ حلق داریم، مری داریم، دیگه چی داریم ما؟ معده، بله، روده باریک، روده بزرگ، بچه ها دیگه چی؟ راست روده و دیگه مخرج. این لوله گوارشه بچه ها، درست؟ اما اندام هایی که به لوله گوارش مرتبطه یه سری موادی میریزه تو لوله گوارش. کدوم اندام ها هستن بچه ها؟ به من جواب بدین بچه ها اینجا. من نگاه میکنم شما رو ببینم آیا شما جواب میدین نمیدین چجوریه، یا نکنه خوابیدین. اندام های مرتبط مثل غدد بزاقی، دیگه چی بچه ها؟ مثلا کبد، بله، مثلا کیسه صفرا، دیگه چی؟ باری کلا بچه های پشت صحنه از من بیشتر زیست بردن، لوزالمعده یا پانکراس، یا پانکراس. این از اندام های مرتبط بله لوله گوارش ما که میریزه بچه ها ترشحاتشون رو به لوله گوارش میریزن. آره بچه یک دقیقه صبر کنید اینجا بیان یه یکی ساعت رو به من بگه ساعت چنده؟ 5:20 است. اوکی. خب آقا این از بحث دستگاه گوارش. خب آقا دستگاه گوارش چی کار میکنه؟ بچه وظیفه دستگاه گوارش چیه؟ اول شما باید اینو بدونید، وظیفه دستگاه گوارش ما دریافت غذاست، هضم غذاست و جذب غذاست، درسته؟ دریافت، هضم و جذب. دریافت غذا، آقا این غذا رو میگیریم داخل دهنمون شروع میکنیم جویدن و فلان. هضم غذا رو شروع میکنیم از همین دهن. هضم مکانیکی داریم، هضم شیمیایی داریم، درست؟ و این غذا باید آماده بشه تبدیل به خوردترین چیزی که میتونه بشه و از لوله گوارش ما جذب بشه. کجا بره؟ به محیط داخلیمون. محیط داخلی یعنی کجا؟ اونجایی که دماش 37 درجه است، درسته؟ کجا؟ خون و لنف و مایع بین سلولی یا مایع بین یاخته ای. اخ اخ حرف یاخته شد. یه چیزی بچه‌ها بگم، توی این وسط این کلاسا گاهی وقتا من شوخی میکنم بچه‌ها، این کلمات فارسی یعنی معادل‌های فارسی که تو کتاب درسی شما قرار دادن و ما مجبوریم که این کلمات رو یاد بگیریم و اشکالی هم نداره که شما چون فارسی زبان هستین کلمات زبان فارسی رو یعنی معادل‌های فارسی رو چیکار کنید؟ یاد بگیرید. خب این هیچ ایرادی نداره، ولی بچه‌ها وقتی میرین تو مقاطع بالاتر چون علم زیست شناسی یک علمه و شما کتاب‌هایی رو میبینید که اینها به زبان لاتین هستن، برای همه بهتره حتما اول
این عبارت لاتینش رو حفظ کنین، مثلا سلول رو حفظ کنید ولی تو ذهنتون یاخته هم باشد، مثلا پانکراس رو بلد باشید ولی تو ذهنتون لوزالمعده باشه، حالا بین کبد و جگر کاری نداریم که این انگلیسیشو کاری نداریم، مثلا لیور میشه که باهاش کاری نداریم، ولی مثلا میتوکندری و راکیزه. سلام، یه چیزای دیگه هم بچه‌ها بگید که معادل داره. دانش آموزی داشتم که حالا نمیدونم داره منو نگاه میکنه، دانش آموزی داشتم که بهش گفتم فلانی میتوکندری، گفت آقا چی؟ گفتم راکیزه، گفت آها. ای بچه‌ها زشته یه دانش آموزی که بعداً میخواد بره دانشگاه باید میتوکندری رو بلد باشه، ولی تو ذهنش فارسیش هم بدونه این میشه راکیزه. آفرین، گویچه یا گلوبول، اسفنکتر یا بنداره، درسته الزاماً هر دریچه ای اسفنکتر نیست، بله آره دیگه آقا همینجوریه بچه. پس بنابراین چیه؟ بنابراین حواستون باشه که لغات رو حتما لاتینش رو یاد بگیرید. دی ان ای مثلا، آقا دنا، خب دنا باشه، شما دی ان ای رو یاد بگیرید ولی تو ذهنتون دنا باشه. مهربان که میگه دنا، شما تو ذهنتون باشه دی ان ای، باشه آر ان ای. خب بریم اسلاید بعدی. پس وظیفه دستگاه گوارش رو اینجا یاد. آخ شکل سمی چی میگین این روزا شما؟ شکل سمی. بچه ها دقت کنید، اگزون، آفر، یکی گفت اگزون، باریکلا. چی میشد اگزون؟ بیانه، درسته؟ علل یا دگره. خب آقا این شکلیه که کتاب شما گذاشته و مدام هم توی کنکورهای سالهای متوالی چیکار میکنه؟ ازش بعضن سوال در میاره. بچه ها شما به این سیستم میگن آناتومی. آناتومی چیه؟ آناتومی علم آدرسدهی اندامهای یک جاندار هست، یا قسمت‌های مختلف بدن یک جاندار. حالا یه جانداری اگه مثلا تکیافته‌ای باشه که دیگه خیلی مهم نیست، ولی مثلا یه جانداری مثل ما که اعضای بدنش تو جاهای مشخصی تو بدنش قرار دارن، این علم آناتومی یا تشریح بهش میگن، خیلی مهمه. خب اینجا دارید بچه‌ها اجزای دستگاه گوارش انسان رو مشاهده می‌کنید. ما این رو هم بزنیم قرمز بشه، حالا درسته پرسپولیس سود نکرد، اشکالی نداره بچه، هیچی از ارزشاش کم نمی کنه بچه های استقلالی، اوکی؟ خب بریم سراغ آناتومی دستگاه گوارش. بچه ها دقت کنید که غدد داریم به نام غدد بزاقی که بعد کاملش رو می خونیم با هم. این غدد بزاقی، چیزی که خیلی تو این شکل مهمه، جهت راست و چپ این اندام‌های بدن هست. بدنی که روبروی شما ایستاده، یک انسان سالم و بالغ بدون اختلال که ایستاده و داره شما رو نگاه میکنه، شما نگاهش میکنید ببینید این اندام‌ها. بچه راست و چپش هم قاطی نکنید، اینایی که این وره در از راست بدنه، اینایی که این سمته در از چیه؟ چپ بدنه. خب اندام بزرگی داریم، در از بزرگترین اندام داخلی بدن انسان به نام کبد. بچه ها نکنین کبدتون رو، کبد این آقا رو، این کبد دو تا لوب داره، به نظر میرسه دو لوب داره، لوب سمت راستش که بزرگتره، دقت کنین بچه ها، سمت راست لوب بزرگتر، سمت راست. خب کیسه صفرا سمت راست، بخش گرد لوزالمعده. میبینید بچه ها پشت روده ها و معده قرار داره لوزالمعده و سمت راست قرار داره. چی شده بچه ها دارن میخندن؟ خب بله بله، اونایی که میگه آقا من که این همه مدت قبل خوندم که فلانه، ولی بچه ها بگید دلیل خندتون رو لاغر ما هم بدونیم. اوکی بچه ها، این قسمت روده بزرگ بهش میگم کلون بالارو. خب کلون بالارو سمت راست. یه قسمتی داریم که جز دستگاه گوارش نیست، آپاندیس، جز دستگاه لنفی بدن ما میشه، اینم سمت راست. یه قسمتی داریم اول روده بزرگ به نام روده کور، اینم سمت راست. چقدر سمت راستی داریم. بعد میریم بچه ها، درسته، میریم سمت چپ این آقای خوشتیب. سمت چپ رو که بچه ها نگاه میکنیم
میبینیم بخش خیلی زیادی از معده، از تقریبا کل معده سمت چپه، بخش کوچکتر کبد سمت چپه. یک کمی هم بیایم بالاتر، این انتهای مری تقریبا متمایل به چپه. بچه ها مریتون اینجاست، انتهای مری، نکنید مری از اینجا تا اینجا، مری کوتاه نه؟ یه لوله خیلی کوتاهه. اینجا تقریبا سمت چپ، اون دریچه اتصال مری به معده سمت چپ بدن قرار داره. بخش نکتیز لوزول معده سمت چپه. کلون پایین رو سمت چپ بچه ها، درسته؟ خب حالا اونایی که وسطن خیرالامور و اوسطه ها، یعنی بهترین چیزا کدن چیه؟ همیشه وسط رو باید در نظر بگیریم. اونایی که وسطن چیه بچه ها؟ اونایی که وسطن، این کل تقریبا میشه گفت روده باریک هست که نمیشه گفت یه قسمتی سمت چپه یه قسمتی سمت راسته، میشه گفت اینجوری. و کلون افقی تقریبا از وسط این حفه شکمی از سمت راست به سمت چپ کشیده میشه. خب دیگه چه نکته‌ای بچه‌ها اینجا میتونیم بگیم؟ ای آخه این چیه؟ این چیه بچه‌ها؟ کی میدونه این چیه؟ بگیم ببینم وسط کلاس. آها، دیافراگم باری کلا. این عضله دیافراگم، پرده یا عضله پرده دیافراگ، نوعی عضله مخطط، نوعی عضله اسکلتی هست. خب آقا این یعنی مری از وسط دیافراگ رد میشه؟ بله. یعنی بنداره انتهای مری به معده متصله، این بعد از دیافراگ قرار داره؟ بله. آقا بنداره چیه؟ سوال پیش میاد، بنداره یا اسفنکتر چیه؟ اینجا رو نگاه کنیم بچه ها، بنداره یا چی؟ حالا یه گفتیم انگلیسی رو بگیم، اسفنکتر. آقا حالا نگرخینا، نترسید، اینو توی کنکور دوتاشو میدن، اون انگلیسی یا فارسی رو تو پرانتز میدن، معمولا فارسیه رو بیرون میدن، انگلیسیه رو داخل پرانتز تو تست میدن. پس شما هر جفتشو چیه؟ میتونید توی سوال داشته باشید، نگران نباشید، ولی حتما تو ذهنتون داشته باشید. بچه ها بنداره چیه؟ بنداره نوعی ماهیچه چیه؟ نوعی ماهیچه چیه بچه ها؟ حلقویه. خب چی کار میکنه؟ آقا بنداره چی کار میکنه؟ بنداره میاد جاهایی قرار میگیره که بین دو قسمت لوله گوارش، مثلا بین مری و معده، بین معده و روده باریک، اول مری، درسته؟ بین معده روده باریک گفتم، بین روده باریک و روده بزرگ، و این انتها هم دو تا بنداره. پس بچه‌ها بیا بنداره ها رو یه علامت بزنیم. آقا استقلالیا بنداره رو یه علامت بزنیم. خب این بنداره اول مری، بنداره آخر مری، بنداره اتصال دهنده معده به روده باریک که سمت راست بدن واقع شده، بچه ها بهش میگن چی؟ بهش میگن اسفنکتر یا بنداره چی؟ پیلور، که بعدن کارها باش داریم. اسفنکتر پیلور. بعد میاد بچه ها اینجا بنداره انتهای روده باریک، پس این یک، این دو، این سه، درسته؟ اینم چهار. خب دو تا بنداره پنج و شیش بنداره های مخرجن، یکیش غیر ارادی، دومی ارادی. خب بچه ها دقت کنید اینجا رو ببینید، بنداره ابتدای مری، خب بنداره ابتدای مری ماهیچه مخطط، درست؟ بنداره انتهای مخرجم ماهیچه مخططه. بقیه بچه ها همه ماهیچه صافن. ای آقا گفتی حلقوی، پس حلقوی چیه؟ یادتونه بچه ها، حالا ما سه نوع سلول عضلانی داشتیم، سلول ماهیچه‌ای صاف، سلول ماهیچه اسکلتی و سلول‌های ماهیچه قلبی. به لحاظ بافتی ما سه نوع سلول ماهیچه‌ای داریم. حالا سلول‌های ماهیچه‌ای چجوری کنار هم آرایش پیدا کردن؟ پس نحوه آرایش
سلول‌های ماهیچه‌ای. حالا این میتونه صاف باشه، میتونه مخطط باشه. نحوه آرایششون سه نوع آرایش رو بچه‌ها توی، حالا به نوعی اینجا ما لوله گوارش رو داریم میخونیم، لوله گوارش برای شما ایجاد میکنه: آرایش حلقوی، آرایش طولی و آرایش مورب. یعنی چی آقا؟ یعنی سلول‌های ماهیچه‌ای میتونن کنار هم قرار بگیرن، مثلا از طول کنار هم قرار بگیرن، یه جوری بشه اون کل اون ماهیچه شکلش طولی بشه، یه جوری بشه کل اون ماهیچه شکلش حلقوی بشه، یه جوری بشه کل ماهیچه شکلش مورب بشه. خب ما در لوله گوارشمون هر سه نوع آرایش رو داریم. مورب رو فقط در معده داریم بچه‌ها، درسته؟ فقط در معده داریم. این دوتا رو در بقیه لوله گوارش داریم. سلام علیکم دوستانی که تازه به جمع ما اضافه میشن. خب حالا بچه‌ها این بنداره ها همشون ماهیچه حلقوی هن، ولی بعضیاشون حلقوی صافن، بعضیاشون حلقوی مخطط یا اسکلتی هن. کدوم های اسکلتی هن؟ این اولیه و اون آخریه اسکلتی هن. اون چهارتای وسط بنداره هایی هستن که نوع سلول های ماهیچه ایشون ماهیچه صافه. بچه ها همه تون میگیرید مطلب و مطلب ساده است، ولی از همین میتونه تستای خیلی خوبی تر بشه که اگه همینا رو خوب خوب بفهمید دیگه رفتید برای کنکور 1401 ترکوندین. این هم شکل بنداره است بچه ها. نگاه کنید وظیفه بنداره چیه؟ وظیفه بنداره اینه که نظر محتویات یه ساختاری که بعد از بنداره قرار داره برگرده به سمت بالا، درسته؟ البته که به سمت بالا برگشتن هم ممکنه بنداره باز بشه، مثل بحث استفراغ، مثل بادگلو، درسته؟ باز شدن جلوی عبور مواد و بچه ها بنداره با بسته شدن خودش میگیره. همینو بدونید، بنداره با بسته شدن خودش، اسفنکتر با بسته شدن خودش جلوی عبور مواد رو میگیره و عبور مواد رو کنترل میکنه. اوکی شدیم؟ بله. خب دوستان گرامی، دیافراگم دیگه جز دستگاه گوارش نیست، آپاندیس جز دستگاه گوارش نیست. این قضروف ها و حالا دندون که هیچی، استخوان هایی که بعضا نشون داده دیگه جز دستگاه گوارش محسوب نمی شود. حالا همه تون بچه ها یه دونه یک بفرستید من ببینم همه تون انشالله اینجا هستید یا نه. بله، به 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 به، مرسی مرسی. خب بریم بچه ها جلو دیگه، راست و شبتون رو شناخت، دیگه راست و شبتون رو میدونید، همه اینا رو میدونید. بعد میریم سراغ جزئیات این قسمت. بله، چیز دیگه ای نمونده، بریم سراغ لایه های بافتی لوله گوارش. بچه ها هر لوله ای تو بدن، لوله های بدن رو بگید ببینم. آقا لوله های بدن رو بگید ببینم آرومتر، یعنی آروم صحبت کنم یا آروم آروم صحبت کنم، کدومش بچه ها؟ چون بچه ها میگن آقا آرومتر صحبت کنی. آها چشم، بروی چشم، بروی چشم یه مقداری شمرده تر صحبت میکنم. بچه ها تمام لوله های بدن، لوله گوارش دیگه چی؟ لوله های بدن رو نام ببرید ببینم. لوله بدن، آفرین، خواهش میکنم. لوله های بدن رو نام ببرید بگید. لوله تنفسی، باری کلا، مثلا نای، باری کلا. دیگه چی بچه ها؟ دیگه چی؟ لوله تنفسی، لوله گوارش، رگ‌ها خودشون لولن، باریکلا، آفرین. دیگه چی لوله است؟ دیگه میزنای لوله است، میزراه لوله است، لوله های رحمی، درسته؟ اون مجاری که دارن مثلا ترشحات قدرت رو به جای مخصوص خودشون میرسونن، اینا همه لولن. بچه ها همه لوله های بدن یه ساختار بافتی دارن. این یعنی چی؟ یعنی لوله های بدن همه لایه لایه هن. حالا میریم میرسیم، الان داریم لوله گوارش و لایه لایه هاشو میخونیم، بعد میریم سراغ لایه های مثلا لوله تنفسی مثل نای، نایجه ها، نایجک ها، بعد میریم سراغ لایه های مثلا میزنای. خب بعد حالا اون که فصل پنجه، بعد لایه های رگ ها رو با هم میخونیم. خب پس هر لوله ای که شما مثلا لوله های تناسلی، هر لوله ای که بچه ها شما باهاش در ارتباطین تو بدنتون وجود داره، این لایه لایه است. بیاییم لایه های بافتی لوله گوارش انسان رو بخونیم. قبل از این که این لایه ها رو با هم کار کنیم،
لوله باروری رو نمیدونم چیه. آره لوله باروری رو یکی از بچه‌ها گفته لوله باروری، من نمیدونم لوله باروری چیه، اینو نام ببرید ببینم چیه قضیهش. ببینم چی گفتین. آره دیگه مری هم جزو لوله لولای رحمی، باری کلا لوله رحمی مد نظرشونه. خب آقا بچه‌ها بچه‌ها از خودتون نسازین لوله باروری. باری کلا درست بگین. خب اینو دیگه اوکی کنین. آقا اینه تیم پشت صحنه. خب ببین چی گفتم بچه‌ها. بچه‌ها یه شکلی توی از سال 90 فکر کنم 6 تا 96 و 97 تو کتاب درسی دهم بود این شکله. دقت کنین بچه‌ها این شکله. خب اوکی این شکلی هم بزرگ می‌کنم که این شکل رو ببینید. چرا این یهو رفتیم کجا امجزا؟ بچه ها این شکل رو نگاه کنید. لایه های بافتی لوله گوارش رو خیلی خوب نشون داده بود. خب اما این شکل از سال 98 حذف شد. درست شد؟ پس این شکل برای شما حذف شده دوستان. اگر تو کتاب کمک درسی دیدید حواستون باشه که این شکلی که تو کتاب های شما وجود نداره تو کنکور 1400 دیگه خدا رو شکر که نمیاد. خب ولی این شکلتون لایه های بافتی لوله گوارش رو داره از داخل به خارج یا از خارج به داخل نشون میده. بچه ها از خارج به داخل چیه قضیه؟ لایه های بافتی از خارج به داخل یک البنیم از خارج بنویسیم، از خارج به داخل یعنی از اروپا آمریکا به ایران. درست شد؟ از خارج به داخل. واقعا استاد چه شوخیایی وسط کلاس میکنه. اوکی چی میشه؟ میشه لایه بیرونی بچه ها درست لایه ماهیچه‌ای، خب لایه زیر مخاطی اگه یادتون باشه و لایه مخاطی. خب آقا یه دنیا حرف داره تو اینا. کتابتون میگه لایه اولا کتابتون میگه در تمام این لایه ها ما بافت پیوندی سست داریم. آقا بافت پیوندی چیه؟ خب بچه ها یه چیزی بگم بهتون، در جلسات رایگان ما که حالا من براتون دارم دستگاه گوارش رو میگم که قطعا تو جلسات در طول سالمون بازم دستگاه گوارش رو با هم کار میکنیم، حواستون باشه این جلسه صفر نیست. جلسه صفر من از مولکول‌های زیستی شروع میشه، از دنیای زنده میایم کل جانداران رو با هم اول بررسی میکنیم، سلول‌های زنده رو با هم بررسی میکنیم، انواع بافت‌ها رو با هم بررسی میکنیم، بعدش میایم سراغ دستگاه گوارش. منتها چون این جلسات به نوعی جلسات معرفی هست، گفتیم یه درسی رو براتون بگم که خب همه بتونن ازش استفاده کنن، طیف وسیعی از بچه‌ها بتونن ازش استفاده کافی و وافی رو ببرن که انشالله دستگاه گوارشتون حداقل با این جلسات رایگان ببندین و برین خونه هاتون. حالا همه اینا بچه‌ها یعنی بیرونی ماهیچه‌ای زیر مخاطی مخاطی بافت پیوندی سس رو داخل خودشون دارن. درست شد؟ حالا لایه بیرونی دستگاه لوله گوارش بچه ها متصل شده به یه بخشی به نام سفاق. خب آقا تا حالا دیدین گوسفند رو ذبح میکنن؟ تا حالا گوسفند قربونی کردن رو دیدین دیگه؟ حتما همتون دیدین بچه ها. نمیدونم حالا دوست داره یا نه ولی همتون حداقل گوسفند قربونی کردنه که دیگه دیدین. خب اگر ندیدین و بدتون میومده قطعا دیدین که این گوسفنده رو به قناره آویزون میکنن، بعد پوست رویشو که حالا اون پشماشو که مثلا میزنن چی میشه؟ یه لایه‌ای بچه‌ها لوله گوارشش رو از داخل به هم وصل میکنه بچه‌ها و از بیرون. محوطه شکمی داخل یه پرده‌ای هست به نام پرده سفاق. پس این بخشی از سفاقه. سفاق بچه‌ها یه نوع بافت پیوندی سسته، پس بخشی از سفاقه بچه‌ها. سفاق یا روده بند بهش میگن، اسمش هم روشه. لوله گوارش و دم و دستگاه مرتبط با دستگاه گوارش رو همشونو نه همه دست، مثلا غدد بزاقی هم بچه جز دستگاه گوارشه ولی پرده روده بند کاری به غدد بزاقی نداره. نگن گولتون نزنن بگن آقا کل دستگاه گوارش، نه. تو محبته شکمی،
تو محوطه شکمی کل اجزای محوطه شکمی رو این به هم وصل میکنه و نگهشون میداره. صفاق و روده بند رگ خونی هم داره به همین راحتی. این لایه بیرونی. میریم جلوتر بچه ها، لایه بیرونی نگاه کنید، این لایه بیرونی دیدین؟ میریم جلوتر میبینیم یه لایه‌ای هست به نام لایه ماهیچه‌ای، درسته؟ این لایه ماهیچه‌ای بچه ها در کل لوله گوارش، بیرون طولی، داخل حلقوی، فقط در معده بعد از حلقوی یه لایه مورب داریم، درست شد؟ آفه اندام های درون بچه ها دیگه نکته سند شدن، مرسی مرسی. اون برای لایه مخاطیه ها، اون برای لایه مخاطیه، درست شد؟ حالا سری سوال های بچه ها سوال پرسیدن، گفتم پس اون لایه سنگ فرشیه چند لایهی که مثلا توی مری هست کجاست؟ اون لایه مخاطیه سنگ فرشیه چند لایه. بچه ها هر وقت شنیدین بافت پوششی یاد چی بیفتین؟ مخاط. مخاط بافت پوششی هستش که ترشح داره. الان بهتون میگم لایه ماهیچه‌ای پس بچه ها اینجوری طولی، حلقوی و در معده چی داره بچه ها؟ در معده مورب هم، بگیم مورب هم داره. آقا سبز خوبه بنویسم؟ سبز کن دوست داشته باشین، دوست داشته باشین دیگه، خلاصه سبزا رو. خب زیر مخاط بچه ماهیچه‌ای، زیر مخاط، زیر مخاط هم بافت پیوندیه، همون بافت پیوندی هست که زیر بافت پوششی قرار میگیره، از بافت پوششی پشتیبانی میکنه، بافت پوششی رو بافتای زیرین وصل میکنه، درسته؟ دقت کنید بچه ها، ما این لایه ها رو اگه اینجوری باز کنیم این زیر چی قرار میگیره؟ بیرونی، بعد ماهیچه‌ای، درسته؟ بعد زیر مخاط، بعد بالا مخاط، درسته؟ پس زیر مخاط باعث میشه بافت پوششی مخاطی روی لایه ماهیچه‌ای چین بخوره و بلغزه به راحتی. فهمیدین پس این جمله کتاب مربوطه به چیه؟ این مربوط به اینه، وقتی کتابتون میگه زیر مخاط باعث میشود که لایه مخاطی روی لایه ماهیچه‌ای بلغزد و چین بخورد، از بالا وقتی من این بچه ها این دایره‌ایه دیگه، لوله‌ایه، وقتی برش میزنم اینا رو اینجوری افقیش میکنم، درست شد؟ زیر لایه چی قرار میگیره؟ بیرونی، درست؟ و بعدش لایه ماهیچه‌ای قرار میگیره، اوکی؟ بعدش لایه زیر مخاطی قرار میگیره و بعدش هم حالا میتونه لایه های مثلا چی باشه؟ این مثلا چین های به طور مثال مخاط باشه. پس میشه این بیرونی، اوکی شد؟ میبینین بچه ها دیگه؟ حتما میبینید ماهیچه، این میشه زیر مخاط و این آبی هم چیه بچه ها؟ آبی مخاطه. گرفتین بچه ها؟ از وقتی میگه ناکنید زیر مخاط، زیر مخاطی بنفشه باعث میشه لایه مخاطی روی ماهیچه بلغزه و چین بخوره. دوستتون دارم همتون رو، خیلی فعالی، خوشم میاد ازتون بچه ها، خیلی عالی هستین واقعا. خیلی دلم برای کلاس آنلاین تنگ شده بود، یه چیکار کنیم، این همه مدت کلاس نداشتیم، یه ماهی مثلا نگمی دلم تنگ شده بود. خب بافت مخاطی بچه ها، بافت مخاطی هم همون بافت پوششیه، بافت پوششی هستش که ترشح داره. در جاهای مختلف لوله گوارش انواع مختلف بافت پوششی داریم، در دهان، حلق و مری، سنگ فرشی، بقیه بچه ها معده، روده باریک و روده بزرگ به صورت استوانه‌ایه. البته بعضی جا قید نکرده کتابتون، بعضی جا هم قید کرده. در ضمن بچه ها معمولاً در لوله های مختلف بدن مثل نای، مثل لوله های ادراری تناسلی، مثل رگ ها، مثل لوله گوارش، معمولاً بافت درونی تر بافت چیه؟ مخاطیه، پوشاننده است، پوششیه. پس بافت پوششی همان، بله مخاط دارای بافت پیوندی سست هم هست، همان چیه؟ بافت مخاطی همان بافت پوششیه دارای ترشح، درست شد؟ اینم با خب حالا دو تا لایه هست که یه شبکه‌ای از نورون ها یا سلول های عصبی تو این دو لایه هست که بعد تو تنظیم دستگاه گوارش توضیح میدم. در دو لایه ماهیچه‌ای و زیر مخاطی
از مری، نه دهن، نه حلق، از مری تا آخر، تا مخرج شبکه یاخته های عصبی داریم در لایه های ماهیچه ای و لایه زیرمخاطی که اینا هم حرکات لوله گوارش رو بچه رو کنترل میکنن، هم ترشحات لوله گوارش رو کنترل میکنن. مرسی بچه ها، مرسی از این که هستیم. خب آقا بریم سراغ خیلی دیگه توضیح دادیم. خب بچه یه دقیقه فرصت، یکی دو دقیقه فرصت، نه سوال بپرسیم ببینم، یا راجب نظر بدید ببینم چی میخواییم بگین تو کلاس. این سیستمه، اینو ببینیم تصویر رو، حواست باشیم دوستان، حواستشون باشه این تصویر میگن چرا بزرگ نمیشه. بچه ها سوالاتون رو بپرسید. آها مرسی. آره بچه ها خیلی ساده است، نمیدونم مثل اینکه بچه ها ساده میگن بهتون، ولی شما نکته تستی برداشت میکنین، رو صفحه کلیک کنین، رو صفحه اونجایی که من دارم صحبت میکنم، اون صفحه تخته اون صفحه تخته کلیک کنین، یه آیکونی باز میشه. آیکون چیه؟ آیکون نیمه مربعه، میگن نیمه مربع، یه آیکون نیمه مربع، اون رو کلیک کنین، صفحه براتون بزرگ خواهد شد. بله بله. مرسی قربون شما. چین خوردگی چی؟ آها میگن دلیل چین خوردگی تو خود مخاطه بچه ها. این خود مخاطه که در جاهای مختلف لوله گوارش این حالت چین خوردگیش متفاوته. مثلا تو روده یه جوره، تو معده یه جوره، تو مری یه جوره، تو روده با باریک و بزرگ حالا با هم متفاوته. این چین خوردگی مخاطه، اوکی؟ و بعضی از چین خوردگی ها مثل معده باز میشه، بعضی از چین خوردگی ها مثلا روده باریک باز نمیشه. آره میگن هر روز همین کارو. حالا یه بار دیگه، آره بچه راجع به جزوه هم میخوام بهتون توضیح بدم دیگه. وظیفه سلولای عصبی لایه ماهیچه‌ای و زیر مخاطی تنظیم حرکات لوله گوارش و ترشحات لوله گوارشه. بچه ها این دو تا شبکه است، یکیشون حرکت رو کنترل میکنه، یکیشون هم ترشح. ولی شما تو کتاب درسیتون نمیخونین کدومش حرکت کدومش ترشح، شما فقط میخونین این دو تا شبکه عصبی دوتاشون حرکت و ترشحات لوله گوارش رو کنترل میکنن. مرسی مرسی. آقا یه حرفای خیلی خوبی اینجا میزنن دیگه، آدم اینا رو این چت رو پایین نکن، بذارم واقعا اینا رو ببینم، خیلی جالب، خیلی انرژی میدین بچه ها، واقعا ممنونم. نه اصلا بچه ها یه چیزی بهتون بگم، این واقعا اصلا قصد تبلیغ ندارم، جدی دارم میگم، این 1% که صدامو بلند میکنم یا با انرژیم، واقعا نمیخوام تبلیغ کنم بچه ها. کلاس زیستو من دوست دارم. چرا؟ چون رشتمه، خب رشته تخصصیمه و دوست دارم این درس رو، و ممنونم ازتون که فکر میکنین من خیلی بهتون انرژی میدم. این انرژی از درون من داره میاد، واقعا دوستتون دارم، گرچه که هیچ کدومتون رو تا حالا ندیدم، اولین بارمه که دارم باهاتون ارتباط برقرار میکنم، ولی قطعا تا آخر سال با هم خواهیم بود و بچه ها قطعا به ما اضافه خواهند شد. و حواستون باشه که تک تکتون رو بچه ها، حواسم به تک تکتون هست. قربون شما، مرسی. چی؟ شیفه. خب سه نقطه بالای تست. خب اینه که دارن جواب میدن، سوالا رو جواب بدم. بافت پوششی سنگ فرشی منظورش لایه مخاطیه، برای دهان و حلق و مری منظورش لایه مخاطیه. اینجا منظورش لایه مخاطیه. ممکنه مثلا شما بچه ها جاهای مختلفی تو همین لوله گوارش رگ خونی داشته باشین، مثلا تو سفاق، حالا لایه بیرونی که بخشی از سفاقه، یعنی سفاق یه چیز بزرگیه، لایه بیرونی لوله گوارش یه بخشیشه. خب تو سفاق شما تو شکل کتاب تو رگ خونی دارین. خب شما همتون بچه ها احتمالا میدونین رگهای خونی بافت پوششی سنگ فرشی دارن درون خودشون، پس ما میتونیم بگیم داخل سفاق بافت پوششی سنگ فرشی هست؟ بله. ولی آیا اون بافت پوششی سنگ فرشی جز بافت سفاق محسوب میشه؟ نه. خب یکم تیم عالیمون بره بالا، من سوال بچه ها رو جواب بدم. برو بالا چیه؟ نه منظورم که برو انتها بینم بچه ها سوال پرسیدن که من جواب نداده باشم. بچه ها اگه سوال پرسیدم که جواب ندادین، یه بار دیگه ریپلای کنین من بفهمم، یه بار دیگه سوالتون رو مطرح کنین. خب آقا تمام بچه ها دیگه الان لایه های بافتی رو
کامل یاد گرفتین. این شکل هم به خاطرتون بسپرین و این شکل خیلی شکل مهمیه. ما این شکل رو توی تنظیم دستگاه گوارش هم بچه ها داریم. خب بریم سراغ بله آقا یه خدایی بچه ها برای شکل برگریزونه. من اصلا نمیخوام بچه ها تعریف کنم، این شکل من نیست، این شکل رو این شکل کتاب گایتون برداشتم، کتاب گایتون فیزیولوژی بدن انسان نوشته مرحوم آقای گایتون و آقای هال که الان زنده هستن، سال 2000 و فکر کنم این ویرایش 2021ش یا 2016ش نمیدونم. این چقدر بروزی ما. شکل کتاب گایتون رو برداشتم براتون آوردم، البته شکل کتابتون هم عین همینه. خب لوله گوارشتون بچه ها همتون تک تکتون دو نوع حرکت داره. خب بعد حرکت بکنه که غذا جابجا بشه و هضم جذب بشه. یکی لوله گوارش شما بچه ها نه اینکه از یه جایی بره یه جای دیگه، نه، خودش حرکاتی داخل خودش انجام میده که باعث مخلوط شدن غذا و با شیرهای گوارشی و باعث حرکت کردن غذا رو به سمت مخرج میشه. خب از دهان به مخرج یه طرف است بچه ها، حرکت غذا در لوله گوارش یه طرف است، مگر اینکه حالت مثلا استفراغ باشه، ببخشید گلاب بروتون، استفراغ باشه که حرکات لوله گوارش چی بشه؟ برعکس بشه. آها باریکلا یکی یه سری دارن حرفای قشنگ قشنگ میزن، پریستالتیک باریکلا، حرکات کرمی یا پریستالتیک. البته این بچه ها عبارات لاتین رو دیگه اینجا کتابتون ننوشته. خب بریم سراغ حرکات لوله گوارشتون. یه نوع حرکت داریم خیلی معروفه، بهش میگن حرکات کرمی یا دودی. خب حرکت این چیه بچه ها؟ حرکت کرمی خب یا دودی، دودی هم بهش میگن. آقا فکر کن که این یه چیز دراز به من بدین، چیز دراز اینجا نداری. خب اجازه نه این همین خوبه. امکانات مؤسسه گذاشته واسه ما برای درس زیست شناسی، مختص درس زیسته. و اگه دوستانی باشن اینجا، یعنی شما که آنلاین حضوری باشین اینجا، بچا کتکر خوردین اگه بخواید نخونید و اینا. خب بچا دقت کنید، اینا کنید، حرکت دودی یعنی چی؟ یعنی آقا من اگه این لوله باشه و داخلش یه محتوی وجود داشته باشه، من دستمو اینجوری بگیرم، اینجوری فشار بدم، این محتویات لوله از بالا رو به پایین حرکت کنه. درست شد؟ حسین میخنده. اوکی شد؟ خب این چیه؟ میفرسن آقا این همون اشاره کننده یا پوینتر آنتن اینه. دقت کنید بچه ها، این همینه که من ازش راستش خیلی استفاده نمیکنم. احتمالاً دبیرای درسای عمومی ازش بیشتر میتونن استفاده کنن، ولی من ترجیح میدم که از قلمش استفاده کنم. خب آها میگن مثل دوشیدن شیر گاو، ولی باید این حرکت مداوم باشه، یعنی از بالا به پایین، دوباره از بالا. خب حالا چی باعث میشه بچه ها این حرکت اتفاق بیفته؟ ببینید لقمه غذا این قسمت لوله گوارش رو متسع میکنه، یعنی باز میکنه، و این یه پیامی میده برای قسمت ماهیچه های قبلش. خب ماهیچه های قبلش رو منقبض میکنه، هول میده جلو. دقت کردین؟ فهمیدین این قضیه رو؟ استاد دیگه برای شما داره خودشو دگون میده. بچه‌ها نگاه کنین، قبلش جلو متسع میشه، این اتساع یا این باز شدنی که تو لوله گوارش جلو اتفاق میفته باعث میشه که پشت اون ماهیچه ها منقبض بشن و انقباضش باعث میشه این لقمه غذا رو یا اون قسمت رو هل بده به سمت جلو. این میشه حرکات کرمی. خب ما کجا حرکات کرمی داریم بچه ها؟ میدونید کجا حرکات کرمی داریم؟ بگید ببینم. آقا یکی درست بگه. آها مری، قبل مری کی حرکت کرمی داره؟ بله به خاطر پیام یافتای عصبیه. قبل مری کی حرکت کرمی داره؟ آها میفرسن کدوم بچه شما دیگه نمیخونیم ماهیچه های طولی و حلقوی. خب دیگه کاری نداری که آقا کدوم ماهیچه دقیقا حرکت کرمی یا حرکت قطعه کننده اینجا بگم، اضافی نگیم، حرکت قطعه کننده.
بچه‌ها بخوام این چیزای مرسی که سوال می‌پرسین، البته مشخصه که ذهنتون بازه. دوستان گرامی، به قدر کافی مطالب کتاب درسیتون زیاده و حجیمه، دیگه مطلبی از کتاب کمک درسی اگر اومده و اضافی نیازی به حفظ کردنش ندارین. تو این چند سالی که کنکور برگزار شده، از زمانی که من یادم میاد یا از قبلش تا همین 1400، 99.9% مطالبی که توی سوالات کنکور سراسری مطرح شده داخل کتاب بوده. اون 0.1% یا تو بیشتر بدانید بوده یا با توجه به گزینه‌های دیگه و سوال میشده جواب بدید. پس برای اصلا نگران نباشید. آقا مثلا کتاب مثلا کمبل اینو نوشته، کتاب سولومون اینو نوشته، کتاب فریمن اینو نوشته، گایتون اینو نوشته، خیلی ساز به ما اینو میگه، گاج اینو میگه، استاد فلانی گفته فلان، استاد بهمانی گفته فلان. دست استاد فلانی و استاد بهمانی را میبوسم، استاد بنده هستن، اما اضافی بر کتابتون دوستان مطلبی نخونید. اگه چیزی نیاز باشه اینجا من بهتون میگم. خب بچه ها، حرکات کرمی کی داره؟ حلق، درسته؟ مری، البته کتاب شما معدرم میگه، ولی دیگه راجع به روده باریک و اینها دیگه حرفی از حرکات کرمی شما نمیشنوید، درسته؟ پس به نظر میرسه بر طبق کتابتون اینا صرفا راجع تو کتابتون اینا حرکات کرمی دارن. نمیتونیم بگیم اونا ندارن یا دارن ها. ممکنه شما بعداً برید فیزیولوژی گایتون بخونید ببینید مثلا نوشته روده باریک و بزرگ فقط حرکات قطع قطع کننده دارن، ولی کتاب شما جوری ننوشته که شما بتونید استنباط کنید مثلا روده باریک و مثلا روده بزرگ حرکات کرمی ندارن، اصلا راجع به صحبتی نشده. بچه‌ها حرکات قطع قطع کننده، آقا تازه حرکت‌ها این ساعت چنده؟ واو عالی، بله دقیقاً درسته. حرکات دودی یا کرمی اتساع جلو باعث انقباض عقب‌تر میشه. خب اما حرکات بچه‌ها دیگه حرکات کرمی رو غیر از لوله گوارش دیگه به نظرتون تو کجا داریم؟ کجای کتاب نوشته حرکات کرمی؟ یادتونه؟ آره؟ آره؟ کجا نوشته بچه‌ها؟ یادتونه حرکات کرمی میزنای. اصلا بچه‌ها چیزی بهتون بگم، اکثر این لوله های بدن، حتی مجاری که تو بدن وجود داره، مثلا مجرای صفراوی، اونه که صفرا رو میرزه به 12، خب مجاری قدد برون ریز، حتی خب این مجاری همشون حرکات کرمی یا دودی رو دارن. این حرکات دودی برای هل دادن مواد به سمت جلوه. خب صفرا هم میخواد به سمت جلو هل داده بشه، مثلا اون موادی که توی قدد برون ریز سرش رو میشن که انشالله با هم میخونیم، اونها هم میخواد به سمت جلو هل داده بشه. میزنای قراره که ادراری که کلیه ها تولید کردن هل داده بشه به سمت مثانه. پس در نتیجه چیه؟ در نتیجه حرکات دودی یا کرمی در خیلی از جای بدن وجود داره، اما شما اینجا ها میخونید و لوله های ادراری. البته من اینجا مثلا میزنای هم بنویسم بچه ها، ولی اینجا میزنای جز لوله گوارش نیستا، حواستون باشه. خب حرکات قطع قطع کننده، یکی در میون انقباض و انبساط عضلات لوله گوارش تو حرکات قطع قطع کننده باعث میشه که غذا کاملا با شیره گوارشی مخلوط بشه. خب آقا حرکت کرمی میتونه نقش قطع قطع کنندگی و مخلوط کنندگی داشته باشه؟ بله. این بچه ها چیز دیگه نمیگم، بله میتونه داشته باشه. کتاب گفته میتونه داشته باشه، به ویژه زمانی که به یک بنداره برخورد میکنه مواد و اون بنداره بسته است، هی میخوره به بنداره و برمیگرده، میخوره و برمیگرده، مثلا بنداره یا اسفنکتر پیلور. معده حرکات دودی انجام میده، کیموس میخوره به پیلور برمیگرده، کمی میره وارد 12 میشه، میخوره برمیگرده، و این حالت اختلاط مدام انجام میشه تا کاملا غذا با شیره گوارشی مخلوط بشه. پس حرکات کرمی نقش مخلوط کنندگی هم دارن، مخصوصا زمانی که برخورد کنه بنداره. این جمله به نظر من میرسه یعنی این که کلن حرکات کرمی اگر حتی جلوش بنداره ای هم نباشه نقش مخلوط کنندگی رو میتونه داشته باشه. درست شد بچه ها؟ حتما نباید مستقیم به بنداره بخوره، اما اگر به بنداره بخوره که دیگه خیلی حرکت دیگه مخلوط کنندگیه،
حالت مخلوط کنندگی زیادی داره. بچه ها یه دقیقه من یه آب بخورم. خب آقا اوکیه، همه تون کجا حرکت کرمی داریم؟ اینجا نوشتم حلق حرکت کرمی داریم، مری حرکت کرمی داریم، تو معده حرکت کرمی داریم و جاهای دیگه تو بدن، مثلا میزنایی هم تو کتابتون قید کرده که حرکت کرمی داره. حالا من بهتون گفتم بچه، ولی نکته خارج کتابه، گفتم مثلا مجاری صفراوی هم یا مثلا مجاری قدرت برونیز بدن هم چی دارن؟ حرکت کرمی دارن، ولی کتاب شما مثلا راجع به مجاری صفراوی صحبتی نکرده. هر دو حرکت هم گوارش شیمیایی دارن هم فیزیکی. متوجه نمیشم حرکت که گوارش، حرکت باعث مخلوط کنندگی میشه طبیعتا. حالا این مخلوط کنندگی اگه با ماده‌ای مثل صفرا باشه، خب کلا میشه گوارش مکانیکی، چون صفرا صرفا مکانیکی گوارش میده. اگه با آنزیم‌های دستگاه گوارش مخلوط بشن میشه گوارش شیمیایی. بله، پس میتونیم حرکات رو بگیم هم باعث گوارش شیمیایی میشن هم گوارش مکانیکی. البته بحثش بحث غیر مستقیم ها، بچه ها کمک میکنن به گوارش شیمیایی مکانیکی و البته پیش بردن مواد در لوله گوارش. خب اینم شبیه شکل کتابتونه بچه ها، حواستون باشه ها. حالا یه چیزی راجع به شکل هم بگم قبل از این که بگم یه کمی صدامو صاف کنم. بچه ها امسال تو کنکور 1400 یه شکلی اومد که برگریزون بود. خب برای من برگریزون نبود، برای دانش آموزان زرنگ من و زرنگ اساتید دیگه برگریزون نبود، برای دانش آموزی که شکلا رو حفظ کرده بود برگریزون بود. چرا؟ به خاطر اینکه برداشته بودن لوله گوارش ملخ رو، خب از خود ملخ از شکلش کراب کرده بودن، تمام چیزای ملخ رو حذف کرده بودن، صرفا خود لوله گوارش و شکلش رو گذاشته بودن، علامت زده بودن و سوال پرسیده بودن. معلوم نیست که سالهای دیگه یه شکلهای دیگری ممکنه خارج کتاب مرتبط با شکلهای کتاب به شما بدن تا ببینن مثلا خانم فلانی، آقای فلانی شکل رو فهمیده یا حفظ کرده. اونی که شکل رو حفظ کرده باشه، شکل که عوض میشه خاک تو سرم، این شکل کدوم بود اون شکل کدوم بود. ولی اون کسی که شکل رو خوب فهمیده براش مهم نیست. لوله های مالپیگی ملخ رو هر کتاب کمک درسی، کتاب علمی دیگه هم ببینه راحت میتونه بفهمه آقا اینا لوله های مالپیگی هستن. نصف بونده؟ اوکی میان 45 دقیقه دیگه وقت داریم، خدا رو شکر. خب بچه‌ها فکر کنم دستگاه گوارش برسه به جلسه بعدی. موافقیم ما جلسه بعدی هم دستگاه گوارش رو ادامه بدیم، تمامش کنیم، یکم تست هم با هم بزنیم دیگه، این سیستم اوکی کنیم؟ عالیه، متشکرم. یه نفرم نگفت، خیلی خوبید شما، خیلی خوبید، مرسی. خب بریم بعدی. آقا همه این مقدمات، تازه اینا مقدمه بود بچه‌ها، تمام این مقدمات رو گفتیم به این خاطر که آقا یکی ببخشید یه لحظه قبلش بله رو مثل بل ننویسین، بنویسین بله، چون بل یک فرایند دو دستگاه گوارش، بس بله بنویسین. بله من همشون میکنم طرف مثلا بنده خودم میخواد من بل رو براش توضیح بدم. اوکی شد. خب بچه ها همه این مقدمات رو گفتیم به خاطر اینکه برسیم به عمل کرد دستگاه گوارش، ببینیم حالا این گوارش که میگن اصلا یعنی چی. این دایجستشن، دایجستیف تراکت میشه لوله گوارش، دایجستیف سیستم میشه دستگاه گوارش، درست شد؟ بعد میبینید تو دانشگاه میشینید تو پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، پرستاری، فلان فلان، استاد میاد میگه دایجستیف تراکت، خب همه نگاه میکنن این چیه؟ دستگاه گوارش. بچه یاد بگیرین اینا که وقتی تو کلاس بهتون میگم. گوارش غذا، ببینیم گوارش غذا در دهان چه جوریه، در مری به چه صورت هست، در معده چه جوریه، در روده باریک و روده بزرگ ما. خب بچه یه چند تا نکته ریزمیز بگیم بهتون. در دهان، خب گوارش غذا گوارش شیمیایی شروع میشه یا نمیشه؟
بله که شروع میشه تو گوارش شیمیایی در دهانمون آغاز میشه، همچنین گوارش مکانیکیمون با حرکات زبان و دندانها و فک گوارش مکانیکی هم همراه گوارش شیمیایی انجام میشه. در مری که ما در اصل خود مری آنزیم ترشح نمیکنه و ماده مخاطی ترشح میکنه، معده که کلی آنزیم و ماده مخاطی و بیکربنات و فلان فلان داریم، در روده باری که کلی آنزیم و این حرفا داریم، روده بزرگ هم که آنزیم ترشح نمیکنه ماده مخاطی زیادی داره و اونجا دیگه داره مواد بس چی میگن فشرده میشه، آبگیری میشه برای دفع. پس الان کل لوله گوارش شما اینجا دارید و میدونید که چه اتفاقی براشون میافته. آها آقا یه شکل برگریزونم بعدش دارم که اینه که بعد میخوایم بعد بریم ببینیم اون شکله به چه دردی میخوره. خب گوارش در دهان، آقا ما در دهان بزاق داریم. بچه بزاق چی داره؟ بزاق توسط غدد بزاقی ترشح میشود. چند تا غده بزاقی داریم؟ خانم آقایون چند تا غده بزاقی داریم بچه؟ نه سه تا؟ سه جفت؟ آها شیش تا؟ بیشمار زیاد. آفرین، اونایی که گفتن زیاد درسته. چند تا غده بزاقی داریم؟ غدد بزاقی بزرگ داریم، غدد بزاقی کوچک داریم. این غدد بزاقی بزرگ بچه ها سه جفتن، جفت بناگوشی از همه بزرگتر، جفت زیر آرواره‌ای و جفت زیر زبانی. پس ما شش تا غده بزرگ داریم، شش غده بزرگ و غدد کوچک. این غدد بزاقی بچه‌ها جزو غدد برون ریز بدن هستن. غدد برون ریز، غدد برون ریز یعنی چی؟ یعنی اون ماده شونو که میسازن به یک مجرایی میریزن، از طریق اون مجرا میریزه به اونجایی که باید بریزه. آبو بریزین همونجا که میسوزه. چی گفت یک دوستی از سیاسیون بود همچی صحبتی کرده بود. خب بچه ها مثل چی؟ مثل غدد بزاقی، مثل غدد اشکی، مثل غدد عرق، مثل غدد چربی، مثل غدد شیری. درست شد؟ پس غدد برون ریز چیان؟ شیری، اشکی، چربی، غدد عرق و غدد بزاقی. این غدد میتونیم بگیم غدد برون ریز بدن هستن. بله باریکلا. غدد کوچکی دیگری هم داریم، بزاقی. خب بزاق از چی تشکیل شده بچه ها؟ این اول بگیم بعد بریم سراغ خود غدد بزاقی. بزاق آب، درسته؟ یه گلیکوپروتئین هست به نام موسین. باریکلا سریع. آفرین، موسین که آب فراوانی جذب. توفتون بچه ها، اون لزج بودن آب دهانتون مربوط به این موسینه که با آب مخلوط شده، شده ماده مخاطی. کی ترشحش کرده؟ سلول‌های پوششی که داخل غدد بزاقی قرار دارن. آب و موسین و بیکربنات که نوعی یونه. حالا کتاب شما میگه یون، یون بیکربنات که H3O3 منفیه. بچه ها H3O3 منفی یون قلیاییه، یعنی درون لوله گوارش رو قلیایی میکنه، از تمام لوله گوارش هم ترشح میشه. دیگه چی بچه ها؟ آنزیم. آنزیم های بزاق دو نوعن، یا آنزیم گوارشی هست، درسته؟ اوکی؟ یا آنزیم های چی؟ آنزیم های ایمنی بگیم، آنزیم های میکروب کش، درسته؟ میکروب کش. آنزیم گوارشی مثل کی؟ مثل آمیلاز. میکروب کش لیزوزیم. آخ کلمات شبیه لیزوزیم. لیزوزیم نوعی آنزیمه که میاد باکتری ها رو از بین، باکتری دهان رو از بین میبره. شما با غذاتون کلی باکتری میخورید دیگه، کلی میکروب میخورید، لیزوزیم از بین میبره. مثلا این بچه ها بعضی از گربه سانان مثلا مثل شیر، خب مثل همین گربه خودمون،
مثل خیلی از جانوران دیگه، خیلی از پستانداران دیگه چیکار میکنن؟ بچه‌هاشون رو لیس میزنن. آقا یعنی مثلا برای چی گربه بچه‌شو لیس میزنه؟ به خاطر اینکه اونجا آنزیم لیزوزیم خیلی قویه و میکروب‌های بدن رو از بین میبره و قشو میکنه، قشنگ اون خزیو که روی چی وجود داره، روی بدن اون پستاندار بچه وجود داره. خب آنزیم‌های گوارشی مثل آمیلاز، آمیلاز چی کار میکنه؟ بچه آمیلون رو یعنی نشاسته رو میشکنه به قندهای کوچیکتر. اونجا بعدن سر کلاس صفر تمام مواد عالی رو میریزیم رو دایره. مواد عالی مولکولای زیستی چیا بودن بچه؟ قندها یا کربوهیدرات ها، لیپید ها، پروتئین ها و اسید های نوکلئیک. یه نوع از مواد عالی مهم کربوهیدرات ها هستن، یه نوع از کربوهیدرات های مهم پلیساکارید ها هستن، یه نوع پلیساکارید ذخیره‌ای در گیاهان نشاسته است که بعداً توی کلاس صفرمون انشالله با هم صحبت میکنیم. آقا این آمیلاز و این لیزوزیم. پس بنابراین ما دو نوع آنزیم داریم در بزاق که یکیش گوارشیه، اونم آمیلازه. خب آقا این لیزوزیم، بریم این کلمات شبیه هم بهتون بگم که یکمی با هم خوش بگذرونیم. بچه ها اینجا رو بذار یه جای خوب پیدا کنم. اینجا رو بچه ها، نه اینجا نه، اینجا رو گوش بدید دوستان. اینجا یه صفحه سفید میارم، اینجوری فکر کنم که صفحه سفید نیارم. این چیزه استایل بزن، همین سفیده باشه دیگه. آها بچه اینجا بنفشه که دوست دارم، اجازه بدید. خب بچه اینا که می نویسن بگید ببینم چی هم. لیزوزوم، لیزوزیم، ریبوزوم، ریزوبیوم و ریزوم، کلمات برگ ریزون. آفرین. اوه این یکی بچه ها از خیلی تخصصی کار میکنه. آنزیمای از گروه گلیکوزید هیدرول هازاره. بله ولی خب بچه ها شما که دسته آنزیما رو که نمیخونید که. مرسی مرسی زکریا، ممنون. خب چی شد؟ ریبوزوم مونوساکاریده؟ نه بچه ها، لیزوزوم چی بود؟ همون کافنده تن، درسته؟ با این بنویسیم بهتره. چی بود؟ نوعی اندامک کافنده تن، نوعی اندامک، درسته؟ اندامکی بود، آنزیمای گوارشی و تجزیه کننده توش بودن و تجزیه میکرد. بله لیزوزیم همین آنزیم از بین برنده باکتری هاست که در اشک و عرق و اینها وجود داره و در بزاق دیگه. چی داریم بچه ها؟ آها با ریبوز، ریبوز هم بنویسیم اشکال نداره. ریبوز باریکلا، ریبوز هم یه قند پنج کربونه است. خب دیگه آفرین. باکتری های دهان فقط دهان نه، اشک و عرق هم دارن. اوکی ریبوزوم چیه؟ یا همون رناتن. بچه ها بعدا راجع به اندامک ها صحبت میکنیم. نوعی در سطح کتاب شما، به قول کتاب شما، نوعی اندامک، دقت کنید، فاقد قشا که وظیفه چی رو به عهده داره؟ ساخت پروتئین را بر عهده دارد. کارخونه ساخت پروتئینه ریبوزوم. خب ریزوبیوم چی؟ هیچ کی ریزوبیوم نگفت. ریزوبیوم نوعی باکتری همزیست
با گیاهان خانواده چی بچه ها؟ خانواده یا تیره پروانه واران. یادتون افتاد؟ آره؟ ریزوبیوم. اونایی که بچه ها 11 هم آقا اینا رو خوندی ها؟ ریبوزوم. ببینید بچه ها راجع به اندامک ها صحبت میکنیم. در بیشتر کتاب های علمی اندامک ساختاری قشادار که یه وظیفه خاصی رو به عهده داره در سلول یوکاریوت. خب در بعضی کتابای خاص، کتابای علمی دارم میگم، کتابای رفرنس کتاب خودتون، تمام ساختارهای دارای وظیفه رو اندامک محسوب کرده، مثل ریبوزوم، مثل اسکلت سلولی، مثل سانتریول. بنابراین در سطح کتاب شما الزامی نداره اندامک حتما قشا داشته باشه. پس نهشه در سطح کتاب شما سلول پروکاریوت هم میتونه اندامک داشته باشه، چون ریبوزوم مختص یوکاریوت نیست. ریبوزوم رو پروکاریوت یا باکتری ها هم دارن. آقا ریزوم چیه؟ نو ریزوم بچه ها یادتونه؟ ریزوم نوعی مثل تاجک، آفرین، نوعی ساقه تخصص یافته که در فصل 8 کتاب درسی 11 میخونی. مثلا زنبق ریزوم داره. ریبوز چی بود؟ ریبوز نوعی قند 5 کربونه که اینا رو همه رو اون جلسه اولی بهتون میگم. کلماتی که شبیه همن بچه ها، درسته؟ و خیلی خوب ممکنه طراحا باهاشون کار کنن. ریبوزوم بله بوده، لیزوزوم هست، لیزوزیم هست، ریبوزوم هست، ریزوبیوم هست. ریزوم تو 11، ریبوزم تو 12، نه ریبوز تو 10 هم هست. آره آره، اینا همه 10 درسته؟ 10، 11 و 10 و 12. بله اینجوری میشه بچه ها. جلسه گوارش تبدیل میشه به جلسه لغت شناسی زیست شناسی بیولوژی. خب آقا بریم یه بار دیگه تو این شکل. بچه ها این شکل نها کنیم. بزرگترین قدرت بزاقی قدرت بناگوشی هستن. خب نها کنیم بچه ها، دانش آموز زرنگ خب یاد میگیریم، دئوکسی ریبوز و ریبوز رو یاد میگیریم. دئوکسی ریبوز مثل همون ریبوزه، یه دونه اکسیژن از ریبوز کمتر داره. خب پرسیدن دئوکسی ریبوز رو یادمه ولی ریبوز رو یادم نیست. بچه‌ها دقت کنیم، دانش آموز زرنگ این شکل رو که نگاه میکنه میبینه یه اجزای دیگه هم داره اینجا میبینه. مثلا قدرت بناگوشی تو اون 6 تا قده بزرگ از همه بزرگترن. نکته بعدی، مجرای قدرت بناگوشی از روی یه نوع عضله که به نظر میرسه عضله مرتبط با جویدن و صحبت کردن باشه رد میشه، درسته؟ و بزاق رو از بالا میریزه توی دهن. دانش آموز طراح کنکور هم اینجوری نگاه میکنه، درست شد؟ طراح کنکور آزمایشی هم اینو نگاه میکنه دیگه. چی بچه ها؟ دیگه نگاه میکنیم میبینیم که مجرای بزاق اینجا نام برده، اما اینا مجرای کدوم قده هستن؟ به نظر میرسه مجرای قدد زیر آرواره ای هن، درسته؟ که از این جلو بزاق رو میریزن داخل دهان از زیر. خب از زیر مجاری یا این زائده های قدد زیر زبانی هم بچه ها چند تان از زیر زبان بزاق رو میریزن داخل دهان. اینجوری میشه نکته در آورد. خب حالا یه آقا حالا یه یه بچه یه سوال جواب بدم. بچه ها سوال پرسیدن تو کلاس آنلاین 0 تا 100 میگی یا فقط 12؟ نه نه 0 تا 100 بچه ها، کلاس آنلاین 0 تا 100 کنکور، از دهم از 0 شروع میکنی تا ته 12. اون کبوترهایی که به شکل گروهی نشستن کتابتون تا ته، از عکس حالا از اول کتاب شروع میکنیم انشالله تا آخرش سیاسی نشد. خب حالا بچه ها این شکل رو که نگاه میکنین، آقای مهربان براتون یه شکل برگریزون میاره. اوه این نگاه درست؟ خب بعد این شکل رو بزرگش میکنیم،
خب ببینیم بچه ها. اوف بچه ها، این شکل واقعی ها. دکتر ها، خانم دکتر ها، آقای دکتر، میرین این شکل ها رو نگاه میکنه ها. خب در مورد جزوه هم صحبت میکنم، آخرش راجع به جزوه صحبت میکنم. بچه ها این شکل رو نگاه کنید. بله خب این مجرای غدد بناگوشی. این چقدر غدد بناگوشی بزرگه؟ این مجرای نگاه کنید میریزه کجا؟ میریزه از حالا مجرای غدد سابمندیبولار، یعنی زیر آرواره‌ای، ایناست بچه ها. این سبزا میبینی؟ این سبزا اینا از پشت غده زیرزبانی میاد، از پشت غده زیرزبانی میاد بزاق رو میریزه از زیر به سمت به دهان. اوکی شد؟ آره بچه ها یاد آناتومی دانشگاه افتادن، مثل که بچه ها از آناتومی دانشگاه دارن اینجا شکل. آقا ما مخلصی، اگه از دانشگاه شرکت میکنید اینجا واقعا احساس لذت میکنم، خیلی عالیه. نه احتمالا منظورشون اینه که یادش افتادم، یعنی قبلا دیده بوده احتمالا کتابش رو. خب این از کتاب آناتومی نتر هست، من دارم عکسش رو براتون آوردم. حالا بچه ها اینا رو نها کنید، اینا هم چینها، یعنی منافذ منافذ غدد زیرزبانی هستن. پس غدد زیرزبانی از طریق یه سری منافذ و یه سری چینهای کوچیک این بزاق رو میریزه داخل دهن و هم از طریق این چین گوشتی بزرگ که هم غدد زیرزبانی هم غدد زیرآرواره‌ای بزاق رو میریزن داخل دهن به صورت مشترک. خب من چی رو باید یاد بگیرم؟ آقای مهربان اینا رو میگه، بله آناتومی گری، باری کل این از آناتومی نتره البته، ولی آناتومی گری هم یه منبع موثقه، خیلی موثق. خب من بچه ها چی رو باید یاد بگیرم؟ اینجا آقای مهربان که داره اضافه میگه، من اولا این بالایی رو باید یاد بگیرم که از بالا میریزه و این دوتا که از پایین میریزن و این مجاری رو یاد بگیرم که غدد زیرزبانی از طریق چند تا منفذ بزاق رو میریزن و قده زیر آرواره این مجراش از پشت قده زیر زبانی میاد و بزاق رو میریزه داخل دهان. خیلی هم خوب و عالی. و بچه ها دقت کنید، این هم عضله مازقهی بهش میگن، این عضله، این اشاره کرده که مجرای غدد بناگوشی روی عضله مازقه یا عضله مرتبط با جویدن عبور میکنه، بزاق میریزه داخل. دوستان آناتومی دکتر نیک روش رو خوندم، آقا خیلی عالیه، خیلی فکر کنم خیلی سال پیش اصولا چیز، ولی خیلی بچه ها عالیه که بچه ها سر کلاس دیدید آقای مهربان اینجا میشینن و آناتومی هم قبلا خوندن. بچه ها پس کمک کنید به من ها، بچه هایی که حالا یه مدتی بیش ممکن آناتومی خونده باشن یا اینکه کلا مطالعهشون بیشتره، حتما سر کلاس ازتون استفاده میکنم. و اگر جواب منو ندید سر کلاس و فعال نباشید، چوبیه که بچه‌ها اینجا چی میشه؟ اینجا متاسفانه به صورت آنلاینه، وگرنه حسابتون رو رسیده بودم. خب بریم سراغ پس بچه‌ها نکنید. آقا من اینو اوکی کنم. بله چیزایی که این شکل بچه ها به شما میگه، این شکلتون شکلیه که داره بیولوژی مهمه، ولی اون چیزی که بهتون نشون دادم خب خیلی شکل خفنی بود. اونجا بهتون ثابت کردم که این مجرایی که داره نشون میده، درست این مجرایی که این زیر داره نشون میده، مجرای غده زیر آرواره‌ای که داره نشون میده. غده زیر زبانی با یه سری از این منافذ بزاق رو میریزه داخل دهن. بله بچه‌ها میگن چه کلاس جالبی شده. چیکار کنیم آقا دیگه؟ ساعت چندم آیه مهندس؟ 6:24 دقیقه. نه من فکر می‌کنم بعد خب آقا کش می‌کنیم الان. یه قلاب آب اجازه بدید. خب ای بابا آها بچه ها بعد هم بگیم خب و انشالله
یه صحبتی هم باهاتون بکنم راجع به جزوه و این حرفا و بریم سراغ کلاس‌های مین سوال کلاس بعدیتون و بعد جلسات بعدی ان شاءالله ادامه میدیم کارو همینجوری پر انرژی. آره از پشت خود بچه‌ها اون تا کتابتون دقت کنید. یه چیزی هم بهتون بگم، کتابتون به نظر میرسه از جلو نشون داده، می‌بینی کتابتون از جلو نشون داده، این درس از پشت داورش کتابتون به نظر میرسه از جلوی قده زیرزبانی نشون داده. اوکی شد؟ خب بله. آره بطور من خیلی تصویر خب آگه بچه های فنی است خیلی تصویر و صدا رفرش کنید بچه های تصویر و صدا دون دوشاره مشکلی چند. خب بل بچه ها بل نوعی انعکاسه. حالا تعریف انعکاس و انواع انعکاس و اینها رو میریم بعدا توی دستگاه عصبی میخونیم. بل یه قسمت ارادی دارد که شما خودتون انجام میدید، یه قسمت غیر ارادی داره. قسمت ارادیشو شما خودتون انجام میدید با زبان خودتون، لقمه یه غذایی که خوب جویدین و عالی شده رو هل میدین به سمت حلق. با رسیدن غذا به حلق بخش غیر ارادی بل کلید میخوره. آقا بخش غیر ارادی یعنی چی؟ دقت کنید بچه ها، ما یه ساختاری داریم در ساختار لوله گوارش به نام حلق. حلق ما، حلق بچه ها کتابتون نوشته به چهار راه تشبیهش میکنه، حتی راه های دیگه ای هم داره. خب حلق نوعی چهار راهه، نوعی چهار راه، درست شد؟ یه راهش به بینی، اوکی، یه راهش به مری، یه راهش به دهان و یه راهش هم به نای. بینی خب به سمت دهان، مری و نای. بچه ها نها کنید، مری نسبت به نای پشتی تر واقع شده. الان این مریه، این چیه؟ نای هست. غذا برای این که داخل مری بشه باید سه تا راه بسته بشه. راه دهن ها که زبان بزرگمون بسته، درست شد؟ شیپور استاش پرسیدم به چه قسمت های دیگه غیر از اینا راه داره؟ شیپور استاش به گوش، به گوش میانی از طریق شیپور استاش راه داره. اوکی شد؟ حالا اگر بخواد غذا بره داخل مری، خب باید دهن اول بچه ها غذا داخل دهنه هل داده بشه به سمت حلق دیگه، به سمت مری. خب دهنی که زبان بزرگمون میبندم، زبان خودمون. خب بینی رو کی میبنده؟ بینی رو یه ساختاری میبنده به نام زبان کوچک. یه راه دیگه میمونه، راه نای. راه نای رو هم باید بسته بشه. بچه ها دقت کنید، وقتی که بل داریم انجام میدیم بخش غیر ارادی، خب حنجره میاد بالا. دقت کنید بچه ها، اینجا نگاه کنید، حنجره میاد بالا، یه ساختار غضروفی به نام اپیگلوت یا برچاکنای. اپیگلوت، حنجره که اومد بالا، اپیگلوت میاد روی نای رو میبنده، درست شد؟ به این صورت نها کنیم بچه، حنجره که اومد بالا، اپیگلوت میاد پایین و راه نای رو میبنده و غذا میره داخل مری. پس زبان کوچک به بالا، حنجره بالا و اپیگلوت پایین. اینجوری یاد بگیری، زبان کوچک بالا راه بینی رو میبنده، اپیگلوت میاد پایین راه نای رو میبنده و لقمه غذا به همراه بزاق و آنزیماش و موسین و آب و اینها میاد میره داخل مری. نای بسته میشه، برچاک نای که خودش اپیگلوته. اپیگلوت میاد نای رو، یعنی برچاک نای میاد نای رو میبنده، درست شد؟ پس بچه ها بل دو تا فراینده، یه فرایند ارادی که شما با عضلات، با عضله زبان، با عضله مخطط زبان انجامش میدید و حول میدید، یه قسمت غیر ارادی با رسیدن غذا به حلق بخش غیر ارادی بل،
شروع میشه و مرکز بل کجاست؟ تو بصل و نخاست که بعدا راجع به بصل و نخا که پایین ترین قسمت مغز صحبت میکنیم، نزدیک مرکز تنفسه. بنابراین شما وقتی بل انجام میدید در یک لحظه مرکز تنفس قطع میکنه تنفس رو، بنابراین زمانی که بل انجام دید نمیتونید تنفس انجام بدید و غذا میره داخل مری. همون زبان معمولی رو میگیم زبان بزرگ، معمولا نمیگم زبان داریم میگیم. خب این قضیه بل بچه ها تمام شد. خب دوستان گرامی تا اینجا خیلی هم صحبت کردیم، بچه ها ببخشید که سرتون درد آوردن. اونایی که از کلاس راضی بودن خب بگن ببینیم کلاس چجوری بود، برام تایپ کنیم ببینم کلاس چجوری بود. نظراتتون رو اینجا بنویسید، من بعد نظرات شما رو اینجا بدونم. لطفا نظراتتون رو بنویسید اینجا ببینیم کلاستون چجوری بوده. خدا قوت میگم بچه ها به همگیتون، سرتون هم درد آوردم. یکم هم صحبت کردیم، ما هم شوخی کردیم، شوخی های سر کلاس آنلاینمون خیلی بیشتر از این حرف هاست. از این به بعد میخواستیم تست با هم کار کنیم که جلسات بعدی اون جلساتی که رایگان هستش این کار انجام میدیم انشالله حتما براتون، با امیدوارم که بتونیم دستگاه گوارش رو تموم کنیم. برای جزوه بچه ها جزوهاتون آماده است، ثبت نام که کردین براتون حالا داده میشه جزوه. این خود این سیستم، اینم که جزوه محسوب میشه در اصل، تو پنل قرار داده میشه، حالا تو اپلیکیشن هست و بهتون داده میشه این جزوات کاملا. نگران نباشید، تازه ما این جزوه جمع‌بندی هم داریم که اون حجمش مقداری کمتر هست و جمع و جور جمع‌بندیه و اون رو هم آخر توی مباحث جمع‌بندی انشالله در اختیارتون قرار داده میشه و سوالاتتون رو جواب میدم. ببینیم که اونو جزوه رو بچه بهتون میدیم، جزوه رو جایی که آماده شده باشه، کامل شده باشه، حتما در اختیارتون قرار میدیم، نگرانش نباشید. اینها هم بچه در اختیارتون، این پاورا به اضافه این نوشته هاش همه در اختیارتون قرار داده میشه. بچه گروه تلگرامی داریم، خب گروه های رفع اشکال تلگرامی داریم بچه، حواستون باشه رفع اشکال انجام میدیم، خودم هستم مستقیم با من در ارتباطی. حالا ممکنه سوالات که زیاد شد با تاخیر جواب بدم، ولی حتما بهتون جواب میدم. تا شب کنکور در خدمتتون هستم و زنده باشین. متشکرم بچه‌ها، همگیتون لطفا نظراتتون اینجا بنویسید من بدونم ببینیم چه جوریه. نه نیاز به نوت برداری ندارید اصولا. سعی میکنیم قبلش این پاورا رو در اختیارتون قرار بدیم که اگه قرار باشه پرینت بگیرن بچه‌ها بخواید بنویسن تو پاور، این کار رو بچه‌ها، همه این پاورا آماده است، این سیستم های جزوه آماده است، قبل از کلاستون در اختیارتون قرار داده میشه. اینا رو میگم ها، اون جزوات چیز دیگه است، قبل اون جزوه نکته در است، اونا جور دیگری هست که به صورت خلاص است. اینها بچه‌ها پاورا در اختیارتون قرار داده میشه که شما اگه دوست داشته باشید بتونید پرینت بگیرید و روی اون پرینتتون بتونید اون چیزایی که میگم رو و چیزایی که خودتون به ذهنتون میرسه از کلاس برداشت میکنید یادداشت بکنید که این نکات رو تمیز و مرتب داشته باشید، غیر از نکاتی که من خودم بهتون میدم حتما. خب جلسه بعد تا آخر دستگاه گوارش و گوارش جانداران پیشخوانی بکنید حتما داشته باشید تو ذهنتون که من باهاتون کار بکنم و یه سری تست کار میکنیم. جلسات تست پلاس همون بچه ها جداست، اینجا چند تا تست با هم تست کنکور کار میکنیم. ببینید بچه ها تست های برگ ریزون کنکور با همین خوندن ساده شما بچه ها میتونه قابل حل باشد، نگران نباشید. دوستتون دارم بچه ها، خدا قوت به همه تون میگم. امیدوارم که کلاس من نهایت استفاده رو برده باشید. کلاس تو اپلیکیشن قرار داده میشه و میتونید مجدد مرور داشته باشید. حتما قبلش پیشخوانی بکنید که از کلاس نهایت استفاده رو ببرید. متشکرم، وقتتون بخیر بچه‌ها، خدا نگهدارتون.